دروغی که علی دایی گفت و خیلی زود توسط دخترش دنیز لو رفت. با ما تو این ویدیو همراه باشید. صحبت‌های علی دایی درباره تعداد فرزندان و ازدواج‌هایی که انجام داده رو می‌شنویم و افشاگری که دخترش دنیز علیه پدرش انجام داد رو هم با هم می‌شنویم. شما برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام، چطوری رفقا؟ حالتون چطوره؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خوش اومدید. علی دایی، اسطوره فوتبال کشورمون، یه مصاحبه یا چند روز پیش با عادل فردوسی پور انجام داد و توی این مصاحبه راجع به مسائل مختلف صحبتهایی رو انجام داد. یکی از سوالایی که فردوسی پور از دایی پرسید و حسابی براش حاشیه ساز شد درباره ازدواج‌هایی که علی دایی انجام داده، که علی دایی گفتش فقط یک بار ازدواج کرده که ثمره این یک ازدواج هم دو دختر به اسمهای دنیز و نورا هستش، که نورا در حال حاضر 11 سالشه و دنیز هم که دختر بزرگش هسته 16 سالشه. اینو باید بگم که من تو زندگیم یک بار ازدواج کردم. این مسئله که من دو بار ازدواج کردم و فلان و بیسار به هیچ عنوان درست نیست. 83 ما ازدواج کردیم و من الان تو زندگیم دو تا دختر دارم که این دو تا دختر همه چیز منه. بزرگی که دنیز تو انگلیس داره درس میخونه، کالج میره، انشالله یه سال دیگه دانشگاه میره، بعد اونم نوراست که با منه، اونم داره تحصیلاتشون میکنه که انشالله ببینیم خدا. دنیز چند سالشه؟ دنیز 16 سالشه. نورا الان 11 سالشه. نورا به من پدر میگه، دنیز به من بابا میگه. اما بلافاصله بعد از این مصاحبه که علی دایی با عادل فردوسی پور انجام داده بود، دخترش دنیز نسبت به این مصاحبه واکنش نشون داد و یه پستی تو اینستاگرامش که مخاطبای زیادی هم داره منتشر کرد. دنیز دایی این عکس رو توی اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: امروز داشتم به این فکر میکردم که چیزی نمونده که 18 سالم بشه و نشستم عکسای بچگیمو دیدم که اینو پیدا کردم که خیلی هم دوستش دارم. فکر میکنم عکس تولد یه سالگیم باشه. با تولد مامانم 20 شهریور یکیه. خواستم با این عکس از اینکه همیشه هم مامانم بودی هم دوستم بودی ازت تشکر کنم. مامان مهسا جونم، مرسی بابت همه سختی ها و از خودگذشتگی هایی که واسه من کردی. دوستت دارم. توی این پست دنیز دایی هم درباره سنش صحبت کرد که گفتش چند ماه دیگه 18 سالم میشه و هم درباره نام مادرش که مهساه. اونطوری که علی دایی توی مصاحبهش با فردوسی پور گفتش که فقط یه همسر داشته و اونم همین خانم مونا فرخ آذری هستش که سال 83-84 با هم ازدواج کردن و با توجه به سن دنیز مشخص شده که قبل از ازدواجش با خانم مونا فرخ آذر دنیز رو داشته. و توی مصاحبهش برای اینکه تابلو نشه که دنیز دختر همسر فعلیش نیستش، گفتش که دنیز 15-16 سالشه. اما چیزی که مشخص، علی دایی به صورت رسمی فقط یک ازدواج داشته که با همین خانم مونا فرخ آذر همسر فعلیش بوده و احتمالاً مادر دنیز ازدواج غیر رسمی بوده که علی دایی داشته و به صورت صیغه یا هر چیزی با مادر دنیز ازدواج کرده و یه مدتی رو زندگی کرده و حاصلش دنیز دایی بوده که فرزند اول علی دایی به حساب می اومده. و دنیز با این پستش خواست یه جورایی ثابت بکنه که من دختر علی دایی از همسر فعلیش نیستم. رفقا حتما نظرتون رو تو بخش کامنت ها راجع به این اتفاقات برامون کامنت بکنید. یادتونم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.